دوستان ما که تازه بعدی داره صبح هستن، صبح شما هم پر نور باشه. شنبه روز یک روز خاطر انگیز براتون باشه. در خدمت هستیم و برنامه هم تا ساعت 8 ادامه داره. بانو سلسله احمدی، وکیل مدافع فعال حقوق زن، حضور دارن و صحبت می داشته باشین در رابطه با کارها و فعالیتشان در جامعه. صبحتون بخیر، خوش آمدین بانو احمدی عزیز. سلام تقدیم شما و به نام خالق یکتا و توانا آغاز میکنیم صبح خدا با یک شادی و لبخند و پرنشاد. و سلام حضور تمامی بیننده های عزیزی که از پشت پرده های تلویزیون ما را بیننده هستند. تقدیم است قربانتان. بسیار خوش آمدین به برنامه دیدار صبح با بانو احمدی. از کارها و فعالیتاتان در جامعه صحبت کنین و ای که چگونه شما علاقمند شدین به ای که وکیل مدافع باشین. خب وکالت یک رشته بسیار گسترده هست. ما بسیار تلاش کردیم که جامعه خود را رشد بدیم توسط بانوان، و بانوان ما مکلف هستند باید به خودی وجیبه و حقوق بتن که چگونه باید رشد کنن و کدام راه ها را باید که پیش خود بگیرن و بتونن که از این طریق بتونن به یک جای برسن. و من وکالت دفاع انتخاب کردم چون یک رشته بسیار خوبی هست و یعنی میتونه که ما را به مقام هایی که ما میخواییم و اهداف بلندی که ما داریم میتونه و تمام خشونت ها را از بین ببره. و این یگانه راهی بود که من انتخاب کردم. از دوره طفولیت، مکتب، با مشکلاتی که به خودم مقابل شدم، از این طریق خواستم که دیگران را هم در روشنایی قرار بدم، قسمی که خودم در روشنایی قوانین قرار دادم. بله. و وکالت دفاع یک رشته بسیار مقدس هست که وکالت یعنی انتقال صلاحیت های مشروع از یک شخص به شخص دیگر هست. و من میتونم که مثلا من یک ستاج نه بلکه چندین ستاج را خواندم، ستاج های زیاد را، ستاج تقنین وزارت عدلیه را که الحمدلله به درجه اعلا اول نمره عمومی فارغ شدم از دوره، و همچنان ستاج وکالت دفاع که اول عمری می تمام دوره های ستاج انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان شناخته شدم. لله الحمد که توانستم تا حال کارهایی که یک وجیبه یک زن مسلمان هست، یک بانوی مسلمان هست، او را ادا کنم. و وکالت فکر می کنم که حال در جامعه ما هنوز جا نافتاده، هنوز جدید است، هنوز جای خود پیدا نکرده. هنوز هم اکثریت فکر میکنن که وکالت دفاع وقتی که خانم وکیل مدافع میشه شاید که بسیار به نظرشان بریده بسیار پایین ببینن، نگرش منفی شاید داشته باشن. چون خودم در مقابل میبینم که زیادتر قضایایی که هست قضای خشونت علیه زنان که میبینم، از سارنولی که بررسی میکنیم وکلا میبینیم یک و یک در مشکلات هستن. بانوان بسیار رنج دیده افغانستان، بانوان رنج دیده افغانستان بسیار جنجال ها را کشیدن و هنوز هم در مقابل جنجال ها بلند نمیشن، استادگی نمیکنن. واقعا که مشکلات است که خود بانوان هم باید اینو درک کنن. دقیقا شما در کنار ای که وکیل مدافع هستین فعال حقوق زن هم هستین. بله. دیگه خب از طریق کار و مسلک و وظیفه تون چقدر حقوق بانوان را شما دفاع کردید؟ دقیقا از وقتی که ما وکیل مدافع شدیم و خواستیم که حقوق بانوان را برشان یادآور شوم و یاد بدم، از این بیشتر ما همیشه خواستیم که بر خود بانوان، اکثرا در سمینارهایی که ما دعوت میشیم ما خودم پیشنهاد خودم شخصا و دیگرا همی است که میگیم که علاوه که خانما را دعوت میکنن همی خشونت و گپار سمینارش میباشه، میره لطف کنن بر آقایان اصلا تدریس شوه، سمینار داده شوند. چون اگه اونا روشن فکرتر شون هرگز ظلم بر بانوان شان نمیکنن، ظلم را روا نمی داشته باشن بر بانوان. و یگانه مشکلاتی که اینا بانوان دارن این است که سطح دانش خودم بالا نمیبرن و آقایان می خشونت برشان میکنن که نگذاریشان و تنها یعنی خودشان فکر میکنن دست روی دست گذاشتن که همیشه مورد خشونت قرار بگیرن. دقیقا خودشان این مشکلات را ایجاد میکنن و همچنان ما میتونیم بگیم که علاوه کارکردهای خودشان که مشکلات ایجاد میکنن، دیگرا هم بر اینا ظلم میکنن. چون اینا خودشان صدا بلند نمیکنن، فکر میکنن ننگ است، غیرت است، عزت فامیل به هم نخوره، پایین نشه. بابت از این اصلا از خود عکس العمل نشان نمیدهن. به همین است که ما اکثریت خوشنطه یک میبینیم که گوش بریده میشه، بینی بریده میشه و این مشکلات هست که خوشنطه هست. شخصا خود شما هم با این قضایا برخوردیم؟ دقیقا با قضایایی که خودم برخوردیم همین است که مثلا از احوال زیاده هست که بانوان این مشکل داشته
امی گونه قضایی که گفتم سر خوردیم، ولی اینا میخوان که اسمشان مثلا به رسانه گرفته نشه. و دقیقا یک از واجبه های ما همی است که حفظ اسرار موکل ماست، که ما نمیتونیم اون هویدا بسازیم بر همه، و بابت از این نمیتونیم ما از این که گپشان حرفشان بگوییم. واجبه خود باید ادا کنیم در مقابل موکل، ولی دقیقا این قضایا وجود داشته. چرا صرف به خاطر گرفتن نامشان، به خاطر اینکه عزت آبروی خانواده در بین است، سالیان سال است که خشونت را پذیرفتن، که حتی منجر به بریدن گوششان، دستشان، قطع شدن مویشان و خشونت های دیگه میشن. چون دائما تنبیه شدن، گفته شده برشان که شما باید که عزت ما را حفظ کنید. حفظ عزت برامی خانم است که اول باید که اونا حرفای بیهوده نگوین، با مرد نامحرم مثلا نشینن و اصلا کتاب نخوانن، درس نخوانن، اینا کلش برشان ظلم دانسته شده، برشان ننگ است. وقتی که ما را میبینن مثلا پیش موکل خود میریم، پیش بانوان، اونا میگن ای کاش که دختر ما هم همچنین اینا وکیل میبودن که امروزی به این مشکل دچار نمیشدن. مثلا فعل زنا یکانه مشکلاتی هست که میبینیم، یه افعال هست که تماما در کشور ما وجود داره، ولی هنوز هم فقط به خاطر از اینکه سطح دانش حقوقی و دینی آقایان و بانوان بلند نیست، بابت همین مشکل میپذیرن و اصلا سر بلند نمیکنن، صدا بلند نمیشن. خب برای آگاهیشون شما چه فکر میکنین؟ ابتدا باید مردها آگاه شون یا نه؟ باز هم این سیمینارها تداوم خود را داشته باشه به خاطر آگاهی هرچه بیشتر خانم ها دیگه؟ دقیقا باید که این سیمینار سیمینارها دوام پیدا کنه، و یک سلسله پژوهش هایی که وجود داشته در سطح افغانستان هم و خود ما همچنان تحقیقات در مورد می خشونت ها یا داشتیم، که این تماما منشأ در افکار و عقاید قبل ها و از ما اجداد اینها صورت میگیره، که این دهی ای افکار اینا هستن، و باید که اینا وقتی میخواین که رشد کنن، پیشرفت کنن، و باید سیمینار ها را ادامه بدن و بر آقایان اول سیمینار داده شود بعدا بر بانوان. چون اگر آقایان روشن فکر شد، هرگز ظلم نیست و خشونت نیست بر بانوان. دقیقا هم نواستم با شما پیام گفتنی که شما چیز بر خانواده ها و خصوصا بر کسایی که خشونت پیشه کردن. دقیقا پیام ما این است بر تمام خانواده ها، باید که میگم دو قانون اینها در نظر داشته باشن. قانون اول که با خدا باشن، شاد باشن و تحصیل خدا پیش ببرن، احترام والدین داشته باشن، و قانون دوم این است که قانون اول تطبیق کنن. زنده و سلامت باشین بانو سلسله احمدی، فعال حقوق زن و همچنان وکیل مدافع. برتون موفقیت، سلامتی نصیبتون، سعادتمند باشین.